همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو به ما پیوست. مهسا، این گزارش از طرف دیدبان حقوق بشر بر چه اساسی صادر شده؟ پانتا، همونطور که گفتی مایکل پیج در این گزارش اشاره کرده که ایران سعی کرده هر گونه امیدی رو برای رسیدن به عدالت و دادخواهی برای خانواده ها از بین ببره. در این گزارش از 31 نفر از خانواده های بازماندگان تحقیقی به عمل اومده که در 16 مورد به صورت مستقیم خانواده ها تهدید شدن، بازجویی یا دستگیر شدن برای اینکه بر علیه دولت جمهوری اسلامی در مورد این فاجعه یا در رسانه های اجتماعیشون پست رو منتشر کردن یا به صورت مستقیم اعتراضاتی رو اعلام کردن. کسانی که در رسانه‌های اجتماعیشون فیلم‌های رو از مراسم منتشر کرده بودن، کسانی که در اون فیلم‌ها بودن توسط دولت جمهوری اسلامی تهدید شدن، دستگیر شدن، بازجویی شدن و در یک مورد حتی شکنجه هم در این گزارش ثبت شده. خانواده ها رو در زمان دفن عزیزانشون مورد آزار و اذیت قرار دادن. 21 از خانواده ها اعلام کردن که در زمان کفن و دفن عزیزانشون مورد در واقع آزار و اذیت افراد دولت جمهوری اسلامی قرار گرفتن. 6 مورد به زور آنها رو شهید خطاب کردن. در موارد زیادی نپذیرفتن ولی در مواردی هم به زور این خانواده ها رو وادار کردن که از دست رفته ها رو شهید خطاب بکنن. در مواردی بوده که در واقع فیلم هایی رو که منتشر کردن رو بهشون گفتن که باید پاک بکنید. در گزارشی که از سازمان ملل منتشر شده بود چند ماه پیش آمده بود که خانواده ها تهدید شدن. این تهدیدها فقط مختص ایران نیست، در کانادا هم کسانی که خانواده هاشون رو از دست دادن از طرف بازوهای حکومتی دولت جمهوری اسلامی اینجا تهدید شدن و در مورد خاص آقای دکتر حامد اسماعیلیون که در رسانه های اجتماعی خودش هم اعلام کرده بود که این اتفاق افتاده و دولت کانادا هم این رو پذیرفته که از طرف دولت جمهوری اسلامی در کانادا تهدیداتی علیه خانواده ها صورت گرفته. وزیر راه و ترابری کانادا و وزیر امور خارجه کانادا اعلام کردند که ایران در مورد اینکه بتونه شواهد کافی رو ارائه بکنه در این پرونده کوتاهی کرده و خانواده ها رو هم مورد آزار و اذیت قرار داده و این گزارش در رسانه های کانادایی بازتاب گسترده ای داشته. در خیلی از روزنامه ها و انتشارات آنلاین به این گزارش از طرف دیدبان حقوق بشر اشاره شده و دولت کانادا هم قرار هستش که تا همین چند روز آینده گزارش مفصلی رو در مورد سرنگونی پرواز PS752 منتشر بکنه که در اون احتمالاً شواهد بیشتری در مورد این پرونده وجود خواهد داشت. سپاسگزارم مهسا مرتضوی از کانادا همراه ما.